در بین کشته شدگان یک دکتر دندان، یک دکتر دیگر و یک نرس بودند که در یک قریه غریب در منطقه نورستان خدمت می کردند. آنها داوطلبانه به گروه خدمات خیریه ایت معاونت بین المللی یا IAM پیوسته بودند. این گروه در افغانستان بیشتر از 40 سال خدمت کرده است. این گروه میگوید آنها هیچ نوع تبلیغ دین مسیحیت را نمی کرده و به کارشان به افغانستان ادامه می دهند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده کشتار این کارمندان را عمل دور از انسانیت و خشونت افراطی خواند. ما این عمل کشتار نادرست را شدیداً محکوم میکنیم. همچنین کوشش واضح طالبان برای توجیه اتهاماتشان در قسمت فعالیت این کارمندان در افغانستان را تقبیح مینماییم. شش امریکایی، دو افغان، یک بریتانیایی و یک آلمانی کارمندان خیریه مؤسسه هیئت معاونت بین‌المللی بودند. آنها بعد از ختم کارشان مورد حمله تفنگداران قرار گرفتند. اجساد آنها به شفاخانه نظامی در کابل منتقل گردید. رئیس این تیم امدادرسانی تام لیدل جراح چشم بود که از سال 1970 در این کشور زندگی میکرد و سه دخترش را همراه با خانمش لیبی لیدل در کابل بزرگ نموده است. همسرم در تمام عمرش فقط به زندگی متمرکز بود تا مراقبت های چشم را فراهم نماید. وای عملا به مردم افغان لطف و مرحمت داشت و همکارانش را مراقبت های مسلکی چشم را یاد می داد. توماس گرام دکتر دندان طبی آمریکا بود که برای عرضه خدمات مجانی به افغانستان رفته بود. گلن لیپ، نرس و شرل بکت در کابل با هم کار میکردند و در برنامه انکشافی منطقوی این مؤسسه کار میکردند. کارن و جراح قرار بود دو هفته بعد با پدی اسمیت ازدواج کند. اگر کسی به کمک نیاز داشت، وای برایشان کمک میکرد. کارن و شخص قابل اعتماد بود. تعدادی از خانواده های مقتولین خواستند که عزیزانشان در افغانستان تدفین گردند. کارمندان کمک رسانی ایت معاونت بین‌المللی یا IAM در ولایت بدخشان بعد از اینکه اسبابشان به سرقت رفت کشته شدند. طالبان این گروه را به عمل جاسوسی و پخش عیسویت متهم نمودند. اما این گروه این اتهامات را رد کرده است. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.